روز 30 دی سال روز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندانهای شاه بر همه عاشقان و دلدادگان آزادی مبارک باد. در روز 30 دی سال 1357 در مجموع 162 زندانی سیاسی از زندان آزاد شدند که برادر مسعود، شهید اشرف رجوی و سردار کبیر خلق موسی خیابانی هم از جمله این زندانیان سیاسی بودند. ما گشتیم و گشتیم و در شهر اشرف مجاهدی رو پیدا کردیم که یکی از همون 162 زندانی سیاسی بوده که در روز 30 دی سال 57 همراه با آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شده. به همین خاطر گفتگوی کوتاهی با ایشون داریم. آقای تقی زیبایی از مجاهدان قدیمی و چهره‌های زحمتکش و بینام و نشان شهر اشرف، با ما در این گفتگو همراه باشید. آقای زیبایی، صبح روز 30 دی سال 57 چطور آغاز شد برای شما؟ آیا شما خبر داشتین که اون روز قرار روز آزادی شما و سایر زندانیان سیاسی باشه؟ صبح روز 30 دی مثل روزهای معمول بود، ما خبر نداشتیم. آغازش هم با ورزش و کار جمعی و برنامه روتین روزانه بود. معمولا ساعت چند بلند میشدین تو زندان؟ اونجا بیدار باش در واقع اجباری بود، یعنی همه نفرات بعد حدود ساعت 5:30-6 بیدار میشدن. بعد حوالی ظهر بود که توسط هیئتی از کنون و کلا که قبلا هم اون هیئت رفت آمد داشت تو زندان و با برادر مسعود ملاقات میکردن، ما توسط اون هیئت فهمیدیم که روز 30 دی یعنی اون روز ما آزاد میشیم. بسیار عالی. اون روز یعنی 30 دی ما چندمین روز حبس شما بود آقای زیبایی؟ والا من دستگیریم 15 مهر سال 1353 بود. 53 بله. اما حساب روزشو نداشتیم و فکر کنم که این سوالو از یک مجاهد نباید پرسید. سخته برای یک مجاهد همچین سوالی. چرا؟ چون این مثلا کسانی که حساب روزشو دارن و به قول معروف چوب خط میندازن، اینا اون نفراتی بودن که به نحوی زندان براشون زندان بود، یعنی به قول زندانی ها حبسشون رو میکشیدن، اما برای جمع مجاهدین و یک عنصر مجاهد خلق زندان صحنه رزم بود و صحنه اصلی مبارزه، چون به هر حال بیرون که نبود، مبارزه رو در رو نداشت. رزم اصلی مجاهد خلق در همون زندان بود.